دانشگاه پنسیلوانیا بیش از 500 نسخ خطی مربوط به جهان اسلام را دیجیتالی کرده و در معرض نمایش گذاشته که بیشتر آنها به زبانهای فارسی و عربی است. در گزارش پیشرو ضمن نگاهی گذرا به مجموعه های نسخ خطی اسلامی در شمال آمریکا به این موضوع نیز پرداخته شده است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. بر پایه آمارهای ارائه شده در کتابخانه های ایالات متحده ای آمریکا در مجموع حدود 35 هزار دست نویس اسلامی نگهداری میگردد. از این میان به طور متوسط حدود دو سوم آنها به عربی یک سوم نیز به زبان های فارسی و ترکی و اندکی نیز به دیگر زبان های اسلامی است. دانشگاه پرینستون کتابخانه دانشگاه پرینستون با دارایی حدود 11 هزار جد نسخه خطی به زبانهای مختلف مشتمل بر موتون کهن در زمینه های مختلف است. دانشگاه کالیفرنیا کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس یکی از دو مجموعه بزرگ و مهم نسخ خطی در ایالات متحده است. مجموعه UCLA شامل حدود هفت هزار مجلد نسخه خطی به زبانهای مختلف و موضوعات گوناگون است دانشگاه یل دانشگاه یل دارای حدود چهار هزار نسخه خطی عربی فارسی و ترکیه عثمانی و تعدادی کتاب نادر و کمیاب است کتابخانه کنگره از اواخر 1920 میلادی مجموعه های خطی شامل برج های کهن مصاحف، مرقعات خوشنویسی و خطوط خوش عربی با نیت برگزاری نمایشگاه خطوط خوش به تدریج در کتابخانه کنگره آمریکا گردآوری شد. دانشگاه نورث وسترن کتابخانه دانشگاه نورس وسترن مجموعه عربی مهمی است که در واقع یک کتابخانه مطالعات آفریقایی است که منابع توراسی آن توسط چند تن از اساتید دانشگاه نورس وسترن از غرب آفریقا به این دانشگاه به ارمغان آورده شده است دانشگاه هاروارد منابع غنی توراسی هاروارد در میان چندین کتابخانه توضیح شده است از آن جمله موزه هنر و موزه آرسور سایکلر کتابخانه هافن دارای بیش از 1200 مجلد نسخه خطی اسلامی به زبانهای مختلف با زبانهای گوناگون است دانشگاه میشیگان مجموعه نسخ خطی اسلامی دانشگاه میشیگان شامل 1103 جلد با مصاحف و رول هاست و تعداد کمی نیز تک هایی از مصاحف است که قدمت برخی از آنها به قرن دوم هجری یعنی هشتم میلادی میرسد گالری فریر و ساکلر این مجموعه دارای 1200 نسخه و مرقع و قطعه نقاشی و خوشنویسی است در این مجموعه قرآن از اواخر قرن هشتم میلادی دوم هجری تا اواخر قرن نوزدهم و نیز برخی برای آثار ادبی مصور ایران معرفی گردیدند دانشگاه مکگیل نسخه های خطی اسلامی این کتابخانه به زبان های مختلف مشتمل بر ده مصحف و آثاری در زمینه های گوناگون وجود دارد کتابخانه ملی پزشکی این کتابخانه حاوی حدود 300 نسخه خطی فارسی و عربی در دانش پزشکی است. دانشگاه براون در این دانشگاه منابعی ارزشمند شامل بیش از دویست نسخه برگ قطعه و مرقب و نیز حدود چهل نسخه قرآن از قرون نه تا شانزدهم میلادی قرار دارد موزه هنر والترز حدود 168 نسخه خطی و چند برگ مصحف کهن مجموعه هنری والترز شاهکاری از نسخه خطی اسلامی به نمایش گذاشته شده است برای نمونه قرآنی نفیس از قرن پانزدهم میلادی متعلق به شمال هند تولید شده در اوج حکومت تیموریان هند و نیز یک نسخه نفیس هنری از خمسه امیر خسرو دهلوی که از سوی جمعی از هنرمندان دوره اکبرشاه کتابارایی و تصحیب شدند. سایر مراکز و کتابخانه ها علاوه بر مجموعه های یاد شده موزه هنر متروپولیتن دانشگاه کلمبیا موزه هنر لس آنجلس موزه هنر کلیولند دانشگاه ایندیانا کتابخانه لیلی دانشگاه ویکتوریا کتابخانه مکفرسون از دیگر مراکزی در آمریکای شمالی هستند که در آنها نسخ خطی اسلامی به زبانها و موضوعات مختلف نگهداری می شوند. دانشگاه پنسیلوانیا در وبسایت این کتابخانه تقریبا 54 متن عربی و 15 متن فارسی از مجموعه لورنس شوینبرگ با اطلاعات کتاب شناختی، نسخه شناختی به همراه متن دیجیتال مصاحف، متون اسناد، در وبسایت این کتابخانه تقریبا 54 متن عربی و 15 متن فارسی از مجموعه لورنس شوئنبرگ با اطلاعات کتابشناختی، نسخه شناختی به همراه متن دیجیتال مصاحف، متون، اسناد، اوراق و قطعات و مرقعات آمده است. در این منبع همچنین بیش از 2000 نسخه خطی غربی از تولیداتی پیش از قرن 19 میلادی به همراه سطح مواد علمی دیگر در دسترس همگانی است. 827 نقاشی نیز در میان این نسخه های خطی به چشم میخورد. دیجیتالی شدن و در دسترس قرار گرفتن نسخه های خطی فارسی و عربی دانشگاه پنسیلوانیا دانشگاه پنسیلوانیا بیش از 500 نسخه خطی مربوط به جهان اسلام را دیجیتالی کرده و در معرض نمایش گذاشته که بیشتر آنها به زبانهای فارسی و عربی است. به همین منظور دانشگاه پنسیلوانیا از دانشگاه کلمبیا کتابخانه رایگان فیلادلفیا برای تکمیل نسخ خطی جهان اسلام درخواست کمک کرده و کالج برایان ماور و کالج های هاورفود نیز هر کدام به سهم خود برای تکمیل این پروژه مشارکت داشتند. میچفس متصدی مجموعه ویژه کتابخانه پنسیلوانیا گفت که هدف این پروژه در آغاز دیجیتالی کردن همه نسخه های خطی جهان اسلام متعلق به مجموعه دانشگاه پنسیلوانیا بوده اما به سبب مجموعه غنی دانشگاه کلمبیا با این دانشگاه نیز وارد همکاری شدند وبسایت ان که این مجموعه را در خود جای داده گفت این مجموعه بخش اعظمی از میراث فکری و فرهنگی جهان اسلام را از سال 1000 تا 1900 میلادی به نمایش میگذارد این پلتفرم پیش از این میزبان اسناد بایگانی دیگر مانند های خطی هندی بود. این مجموعه که با کیفیت بالایی اسکن شده است، به صورت رایگان قابل مشاهده و بارگذاری است.